سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی. ببخشید من خود صدام گرفته، ولی خب گفتم که این ویدیو رو بگیرم برای اون دوستانی که بیشتر میخوان درباره پرور بدونن و اطلاع داشته باشن، حالا نزدیک سنان نیستن، نیومدن و ندیدن، یه سری توضیحاتی بدم شاید مفید باشه واسه شون. بله دوستان، اینجا با احتساب پارک ملی سیدوا و منطقه امن رودبارک که همین الان دارم تو ارتباطش قدم میزنم، حدود 65,000 هکتار ما توی منطقه امن رودبارک که حالا شمالی ترین قسمت منطقه پرور میشه، گونه‌هایی که داریم، خرس داریم، اینجا شوکا داریم، مرال، گوزن قرمز خزری داریم، پلنگ هست، گرگ هست و حالا سایر موجوداتی که توی جنگل های هیرکانی زندگی میخونن، قرقاول، انواع پرندگان، دارکوب سیاه، بلوط های کهنسال، گونه های گیاهی بسیار زیاد توی منطقه امن رودبارک هست و واقعا رودبارک خودش به تنهایی بهشتیه، یعنی فقط باید کافیه بیاید از نزدیک ببینید امنیت منطقه، جمعیت حیات وحش منطقه اینجا. حالا اگه قسمت شد با تشریف آوردید، به همراه اردلان خان مرتضوی که واقعا به جرئت میگم شاید یکی از 10 یا 20 محیط‌بان برتر کشور باشه، اکثرا توی یک ساعت به شما همه چیز رو نشون میده. این از رودبارک. حالا تقریبا به سمت مستقیم تصویر که بریم، در وسط های پرور میشه، حالا جایی که کوهستانیه، کوههای بیشتری داره، کوههای صخره ای، مخصوصا زیستگاه کلبوز هست، قوچومیش هست، دوباره خرس هست، پلنگ هست. کلبوز پرور دوستان یه جوریه که به راحتی میاد نزدیک جاده، میچره بدون ترس از انسان. حالا نیم ساعت یک ساعت هست نزدیک جاده میچره، بلاخ کارشو که کرد، آبشو که خورد، دوباره میره تو ارتفاعات. ببینید حتی کلهای سندار که حالا عکاسان حیات وحش ها، شکارچی ها، یا حالا هر کسی که بعد ساعت ها تو ارتفاعات دنبالش بگرده، اینجا بغل جاده دیده میشه، دسته کلهای سندار. واقعا به ندرت پیش میاد چنین چیزی، که همه به خاطر امنیت منطقه است. حیوان وقتی احساس امنیت میکنه حتما دیده دیگه، مثل کشورهای اروپایی چقدر راحت حیوان ها میان وسط جاده، میان. کلهای پرور، کلبوزهای پرور هم دارن دیگه به این درجه از آسایش و اعتماد به انسان نزدیک تر میشن روز برس. بعد میریم به سمت جنوب منطقه واضح شده پرور، پارک ملی سیدوا. خود پارک حدود 8,000 هکتار، اگه اشتباه نکنم 8,000 هکتار وسعت داره. ما تو خود پارک آهو داریم، جمعیت قوچومیش خوبی داریم، جمعیت خیلی خوبی از پلنگ داریم، کاراکال داریم اونجا، هوبره ثبت کردن بچه ها، تیهو هست، باقرقره هست و تمام حیوانایی که حالا تمایلشون به سمت مناطق کویری بیشتر است و منطقه سیدوا
زندگی میکنن. خود منطقه سیدوا حلوش 40-50 سال پیش گزارش یوز من شنیدم از چند نفر که یوز اینجا زندگی میکرده و خود منطقه آهوان که باز جنوب سیدوا است 12,000 رأس آهو داشته. حالا در حال حاضر خود منطقه سیدوا 5 تا گربه‌سان از 8 تا گربه‌سان ایران رو تو خودش جا داده. یکیش پلنگ، دومی کاراکال یا سیاه گوش، سومی لینکس یا وشق، چهارمی گربه وحشی و پنجمی گربه پالاس. ببینید دقت کنید دوستان، این تنوع توی 8000 هکتار خیلی عدد خوبیه. 5 تا گربه، بله ما مثلا 6 تا گربه داریم توی خارتوران، توی 1,000,000 و تقریبا 500,000 هکتار 6 تا گربه داریم، ولی اینجا ما توی سیدوا توی 8000 هکتار 5 تا گربه داریم. و حالا تو خود پرور هم گربه جنگلی هم ثبت شده، یعنی میشه تو خود پرور با سیدوا کلن 6 تا گربه از 8 تا گربه سان ایران رو ما داریم، یعنی توی 65,000 هکتار. تمام اینها دست دو دست هم میده، این همه تنوع حیات وحش و تنوع اقلیم، دشت، کوهستان، جنگل، باعث میشه که یکی مثل من عاشق پرور باشه و هیچ موقع از اینجا سیر نشه. و حالا دعوتم میکنم از کسانی که این ویدیو رو میبینن تشریف بیارن به این منطقه. چند روزی رو هوای کوهستان رو نفس بکشن. اینجا الهشوش چند سالی است که اقامتگاه های خوبی هم زدیم، یعنی زدن زده شده، من که نه. و امیدوارم که حالا از این سفر خاطره خوبی براشون باقی بمونه. و واقعا البته اینم در آخر بگم که تعصب نباید داشت، همه جای دنیا قشنگه. جنگل آلاسکا، بیابان‌های عربستان، فلات‌های ایران، همه جای دنیا هر جایی به اندازه خودش زیبایی خودش داره، نباید تعصب داشت. اینم در آخر بگم که تعصب نباید داشت و باید به تمام زمین، به تمام ملیت‌ها، به تمام اقوام به یک چشم نگاه کرد و به یک اندازه دوست داشت. سلامت و پیروز باشید. ببخشید من یک مقداری صدامم گرفته، یک کوچولو سرما خوردم. موفق و پیروز باشید. به امید دیدار شما، خدا نگهدار. Yeah.